باش معامله کن، باورش کن، بهش تکیه کن، چون اخلاقش اینجوریه، میبره تا مرز ناامیدی. بگو دارمت، با این خدا زندگی کن. مشکل گره افتاد تو زندگیت، بگو خدایا میدونم بلدی، برطرفش کن. نمیکنی، لبخند بزن، عمدن نمیکنی، تو بلد. قاطی نمیکنم، قاطی نکن، بلده. ما یه زمانی گفتیم آقا بچه ها رو میبرید اردو، اینقدر کلاس براشون نگذارید، آموزش ندید، با عمل تو اردو یاد بدید. گفتن با عمل چیکار کنیم؟ گفتم یه شب آش بدید تو اردو. گفتن خب آش زیاد میدیم شب ها، مثلا سوپ آش. گفتم اون شب قاشق پخش نکنیم، آش قاشق ها نرسیده بچه ها. یکی فوش میده، یکی تیکه میندازه، یکی میگه آبا اینا هم ارزه مدیریت ندن، قاشق ندیوردن. آخه آسوب واقعی میشه با دست خورد که. یکی هرت میکشه، یکی میره قاشق خودشو از تو کیف میاره، یکی قاشق خودشو میده به دیگری، یکی دیگران مسخره میکنه، میگه تو دیدی قاشق نیاوردی، من آوردم. همه خودشونو نشون میدن، نشون که دادن. بعد بگو قاشق اینجا پشت پرده بود، از اونایی که خوب برخورد کردن تشکر میکنیم، قاشقو توضیح کن، همه سراشون نزن پایین. تمام کمبودهای زندگی همینه، پشت پرده هست. الان تو چی میخوای؟ میخوای ازدواج کنی؟ هست پشت پرده. باور کن، پشت پرده هست. خونه میخوای؟ پشت پرده هست. وام میخوای؟ هست. نمیده، عمدن نمیده، میخواد اکشن عمل تو رو ببینه. آره داره، خدا، خدا همینا رو داره، داره اینا رو. چه اینجوری ناباورانه نگاه میکنی؟ تو اطلاعیه های بانک مرکزی و بانک مسکن میگرده ببینه کجاست، میگم پشت پرده است، همه روزی های تو هست. نمیده، عمدن نمیده. بعد گفتم که یه شب که بچه ها اینجوری خجالت زده شدن، بعد شب دیگه مثلا بگو شام نیست اصلا امشب، میخندن میگن اشکال نداره. باور کن، میگن اشکال نداره. چقدر بابا شما رضایت رو در چهره اینا ببین، اینا ادب شدن، شرمنده شون کردن شب قبل. میگن شام نیست، حالا بلند شید برید. میگن بله میریم، اشکال نداره، یه شب هم بیشا. بابا یه نقی بزن. میگن تا نق بزنی من عمر میاد باید آبرو رئیسیتمون رفته است. آدم بشن تو اردو، اینجوری باشون برخورد کنی. خدا شده من نمیخوام تفریحی با شما حرف بزنم، میخوام بگیرید مطلبو. مثل امام زندگی کن. امام اینجوری زندگی میکرد، نه بی برنامه ها. اینا دلیل بر بی برنامه بودن انسان نمیشه، تو برنامه تو بریز. ولی کنارش اینقدر توکل. به رفقا یادمه تو یه اردویی بود، گفتم بیاد این کارو بکنیم، زیرپیرنشو انداخته اونجا، زیرپیرنشو بردار، بعد یه زیرپیرن دیگه میآوردیم مینداختیم رو زمین، گلی میشد. آی زیرپیرن تو، مثل که زیرپیرن تو. آره آره عجب فلان فلان شده. آی نگاه کن آقا، تو زیرپیرن دخواه زمین یه فوشی مثلا میده. بعد زیرپیرن شوشون میده این زیرپیرن تو، اون یکی علکی انداخته بود زمین، زود فوش داد. بعد دیگه آقا هر اتفاقی تو این اردو میفتاد دیگه هیچ کسی چی نمیگفت. آقا کفشت نیست، میگم خب حالا اشکال نداره. همین که تا دو روز قبل کفری میشد زمین آسمون به هم میدوخت، فهمید حالا همه چی بازیه.